اگه ارسال درخواستی است، تکمیلی اسناد است، مصاحبه انجام میشه، بایومتریک چکاپی صحیح اینا هست و صدور ویزا هست. به همین سادگی یادآوری کردیم، ولی به همین سادگی نیست. هر کدامش مراحل خاص خود داره و زمان خاصی را در بر میگیره. دوستای گرامی سلام، بسیاری های از شما پرسان کردین که وقت ما به یک جای درخواستی ویزای بشر دوستانه میدیم، معلوم نیست که چی مراحل بعدی هست و چه پروسه های طی میشه. سوال میکنید که این مرحله اشتر شد، مراحل بعدی چی هست؟ در این ویدیو بعضی مراحل عمومی را که در اکثر پروسه ها طی میشه با هم دیگه مرور میکنیم. به طور عمومی یک ارسال درخواستی است و بعد تایید میشه که شما، تکمیلی اسناد است، مصاحبه انجام میشه، بایومتریک چکاپی صحیح اینا هست و صدور ویزا هست. به همین سادگی یادآوری کردیم، ولی به همین سادگی نیست. هر کدامش مراحل خاص خود داره و زمان خاصی را در بر میگیره. مثلا در مرحله اول که ارسال درخواستی باشه، شما باید راهنمایی هایش را دقیق بخونید که کدام فرم خانه پوری میشه، چی اسناد لازم هست. اینا را فرم خانه پوری کرده، اسناد هویت و چیزایی که ذکر شده بود به همو ایمیلی که داده بود یا صندوق پستی که بود با اونا روان میکنید. در مرحله اول هر قدر فرم شما تکمیل باشه، اسناد شما منظم باشه، به همون اندازه وقتی که نوبت شما رسید کارهای شما زودتر اجرا میشه. این یک مرحله اولش است. مرحله دوم تکمیلی اسناد است. وقتی که اونا هم درخواست شما را دریافت کرد، اونا را بررسی میکنه که آیا درست است یا نه. اگر درست بود خب میگه درست است، اگر ناقص بود میگه اسنادهای خود شما تکمیل بکنید. و اگر شما زیرک بودین در مرحله اول اسنادهای خود تکمیل روان کرده بودین، مرحله دوم تکمیلی اسناد نیاز نیست، مستقیما میرین در بخش مصاحبه، بایومتریک و چکاپ صحی. در بخش اکثرا بایومتریک میشه، قبل از مصاحبه شما رو بایومتریک میکنه تا اینکه مطمئن شوه که همین نفر را که شما در اپلیکیشن ذکر کرده نه همون نفر هستین. تثبیت هویت به شما میشه و بررسی های امنیتی خود اونا انجام میده که ممکن است شما سابقه جرمی اینا داشتین یا نداشتین، و بعد شما شامل سیستم همه کشور میشین. بعد مصاحبه انجام میشه. در مصاحبه اکثرا چک میکنم فرم ها و سوالایی که شما گفته بودین با اسنادهای شما سر میده که درست هست یا نه، و سوالات میکنه که بالا فرق میکنه، هر کس سوالایش فرق میکنه که کی میشناسی، سابقه شما چی بود، به یک کشور که میرین چه کسایی را دید و بازدید میکنید، فامیل شما کی هست اینجا. اونقدر سخت نیست، ولی سوالایی هست که در مجموع میخواد که مطمئن شو که این نفر واقعی هست و در اونجا فامیل ارتباط اینا هم داره. چکاپ صحی هم میکنه و مطمئن میسازه که از نگاه صحی کدام مشکلی ندارین، و اگر کدام مشکل یا مرضی داشته باشون اونا زمینه تداوی رو فراهم میکنه. خلاصه ای که میخوای از بخش صحی هم مطمئن بسازه. در بخش آخر صدور ویزا هست. اگر از اول یادآوری بکنیم، از ارسال درخواستی، بعد تکمیلی اسناد، شماره 3 مصاحبه، شماره 4 بایومتریک، شماره 5 چکاپ صحی و شماره 6 صدور ویزا باشه، 6 مرحله میشه که هر کدامش شما حداقلش اگر از یک روز تا یک ماه را در بر محاسبه بکنید، حدودی 6 ماه را در بر میگیره. و ممکن است بعضی پروسه هایش طولانی شه. مثلا امی که بک‌گراند شما را چک میکنه، شما اگر یک وظیفه داشته باشین بسیار راحت است، اما نهاد شما را بررسی میکنه، کار شما زودتر انجام میشه. و اگر شما بگید نه، ما در چند نهاد وظیفه داشتم، فعالیت داشتم، احزاب ما عضویت داشتم، اونو بررسی میکنه که این حزب چی سابقه داشته، سابقه کاری شما در فلان جای اینا. باز هر قدر سابقه کاری شما زیاد باشه و فعالیت های شما زیاد باشه، اونو باز زمان گیر میشه نظر به اون. بیطوری گفتم میتونیم از ارسال درخواستی، تکمیلی اسناد، مصاحبه، بایومتریک، چکاپ صحی و صدور ویزا حداقل 6 ماه رو در بر میگیره. و بعضی ها ممکن است که زمان طولانی رو در بر بگیره، ممکن تا 2 ماه، 3 ماه. اگر تا 2 ماه رو در بر بگیره، شما اگر می 6 ضرب در 2 بکنید 1 سال در بر میگیره. و چون در این سالهای اخیر درخواست زیاد از افغانستان به دیگر کشورها ارسال شده بود، قطعا زمان گیر هست. اینی مراحل شما آمادگی داشته باشین. مثلا اگر اسناد شما کیس شما تایید شده، مراحل بعدی رو مطمئن باشین که یا میگه اسناد آخر تکمیل کنید، اگر تکمیل بود پس منتظر مصاحبه باشین، یا مصاحبه است یا بایومتریک است یا چکاپ صحی، حتما این مراحل بعدی هست. اینی بایومتریک، مصاحبه و چکاپ صحی که انجام شد، بعد صدور ویزای شما میاد که اینی مورد رو به طور عمومی باید داشته باشین. با تخمین زدن میتونید که کار شما به کجا رسیده و چقدر زمان دیگه باقی مانده. ممکن است بعضی کشورها پروسه‌اش سریع باشه، ممکن است بعضی کشورها پروسه‌اش کند باشه، ولی در مجموع همین هست که
خواستم با شما شریک بسازم. کسایی که این موردها رو سپری کرده اونا میفهمن و کسایی که هنوزم کارش در جریان هست یک معلومات باشه که در مجموع اینی مراحل هست که ارسال درخواستی، تکمیلی اسناد، مصاحبه، بایومتریک، چکاپ صحی و صدور ویزا هست. باید داشته باشین تمامی ویزاهای بشردوستانه رایگان هست و در مقابل پول نیست و کشور پول نمیگیره. شما را که ویزای بشردوستانه بیدی و گرانت بکنه برای شما صادر بکنه، انتقالات شما هم به دوش هم کشور میشه و با او کشور که میرین زمینه بود و با شما را هم برای حداقل 3 ماه فراهم میکنه. بعد از او باز آموزش میده شما را وارد جامعه و وارد زندگی و برای شما کار و مصرفیت اینا پیدا میکنه. و کسایی که میگه ویزای بشردوستانه در قبال پول انجام میشه، اینی را خیلی متوجه باشین، در قبال پول نیست. اگر کدام ویزای پولی باشه حتما در فرمش ذکر هست و بخش تشریحش ذکر هست که چه مقدار پول هست و او در چه مورد استفاده میشه. اینی مورد خواستم با شما شریک بسازم.